حالا ببینیم داستان اختلاف آخوندهای شورای نگهبان با رفسنجانی که هم قمر وزیر و هم شمس وزیر خمینی بود در سال 1366 به کجا رسید آخوندهای مزبور قبل از اینکه خمینی تنوره بکشد بعضا زیر سرشان بلند شده بود و حتی ادعا میکردند چون خودشان مشتهد هستند و تقلید بر آنها حرام است حق کنترل بر مسببات مجلس را دارند شیخ محمد یزدی نایب رئیس وقت مجلس خمینی هم که از شورای نگهبان حمایت می کرد سریحا گفت فقهای شورای نگهبان از مشتهدین هستند یعنی تقلید بر آنها حرام است تا زمانی که رهبری قانون اساسی را امضا کرده شورای نگهبان باید کنترل کند رفسنجانی یک بار به آنها هشدار داد از شورای نگهبان و از آقایانی که منصوب حضرت امام هستند تقاضا میکنم که نظرات امام را جدی گرفته و نظرات خود و دیگران را مانع اجرای نظرات امام نکنند این فقه ها هم مانند خامنه ای که در آن زمان رئیس جمهور بود حالیشان نبود که اگر قرار بود که خمینی حتی به قاعده و قانونی که خودش نوشته و امضا کرده پای بند باشد که دیگر این همه اختناق و زنجیر و ده ها هزار اعدام لازم نبود خمینی برای دفع شر آن آخوندهای کودن شورای نگهبان که همین حقیقت ساده را نمیفهمیدند و گاه نفهمیده به مخالفتهای طلبگی و حوزوی مبادرت میکردند ابتدا صحبت از تشکیل کمیسیون کنترل تصمیمات شورای نگهبان توسط خودش را به میان کشید تا خفه شوند هرچند که طبق قانون اساسی آن شش آخوند را خودش مستقیما منصوب می کند و شش حقوقدان را هم از طریق رئیس قوه قضایی که باز هم منصوب خودش است به مجلس معرفی می کند. بعد هم به طور غیر قانونی یعنی برخلاف همان قانون خودش حکم به تشکیل یک چیز عجیب الخلقه به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام داد که در هنگام بازنویسی قانون اساسی آن را برایش نوشتند و بردند و دید و پسندید اما خودش مرد ولی همین چیز عجیب الخلقه بعدن وارد قانون اساسی جدید رژیم شد حالا تو را به خدا اگر از این معمای ولایت سر درآوردید ما را هم خبر کنید یک ولی فقیه هست یک مجلس یک شورای نگهبان دوزیست یعنی نیمه آخوند نیمه حقوقدان که معنی همه اینها به طور سرجم می شود هیچ هیچ به نفع مقام ولایت در بازنویسی قانون اساسی رژیم در سال 68 مجمع تشخیص مسلحت هم به صورت اصل 112 وارد این معما و چیستان شگفت آخوندی گردید اصل 112 هم. مجمع تشخیص مسلحت نظام برای تشخیص مسلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تعیید مقام رهبری خواهد رسید چنین بود که شورای ملی مقاومت اعلام کرد تشدید مداوم تضادهای درون حاکمیت طی سال 1366 که خمینی را به دخالت مستقیم و مکرر برای حل و فصل مشکلات روزمره رژیم وادار کرده بود در نیمه دوم سال به جایی رسید که خمینی مجبور به دست بردن رسمی و علنی در بنیادهای حقوقی رژیم شد و این امر معنایی جز اعلام بیاعتباری قانون اساسی ساخته و پرداخته خودش نداشت اعلام ولایت مطلقه و انتصاب مجمع نوظهوری برای تشخیص مسلحت نظام در واقع تتمه اعتبار سوری ارگانهای انتخابی و شورای نگهبان قانون اساسی رژیم را از میان برد و صورت حقوقی نظام استبداد دینی را با ماهیت آن هماهنگ کرد